سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي 76 گناه کبیره از کتاب امام ذهبی رحمه الله. کشتار آدم. در قرآن گفته شده است به نام خداوند بخشنده و مهربان، و هر کی مؤمن را به قصد بکشد پس جزای او دوزخ است، در آن جاوید باشد و خدا بر او خشم گرفته است و او را لعنت کرده است و عذاب بزرگ برای او آماده ساخته است. و در آیتهای دیگر خداوند می فرماید و آنانند که با خدا معبود دیگر را نمی پرستند و هیچ نفسی را که خدا حرام کرده است نمی کشند مگر به حق، و زنا نمی کنند، و هر کی این کار را بکند به عقوبت دشوار برمی خورد. روز قیامت عذاب برای او دوچند کرده شود و آنجا خار شده جاوید ماند، مگر آن کسی که توبه کرد و ایمان آورد و عملی شایسته نمود. پس آنانند که خدا بدیهایشان را به نیکیها بدل سازد و خدا آمرزنده و مهربان است. در آیتهای دیگر خداوند می فرماید و وقتی که دختری زنده به گور پرسیده شود به کدام گناه کشته شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند از 7 گناه مرگاور بپرهیزید، و ضمن آنها کشتار آدم را که الله حرام کرده است مگر به حق نیز داخل نمود. روزی از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند گناه بزرگترین کدام است؟ او گفت شرک آوردن به الله که تو را آفریده است. یاران پرسیدند پس از آن چی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت کشتار فرزند خیش از ترس آن که او همراه تو خوراک می خورد و تو گرسنه می مانی. یاران پرسیدند پس از آن چی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت زنا کردن با زن همسایه. روز پیامبرمان صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر دو مسلمان برای کشتن یکدیگر یراق به دست گیرند و یکی دیگری را بکشد هر دو به دوزخ می روند. یاران پرسیدند ای رسول خدا امر قاتل فهماست، لیکن گناه مقتول یعنی کشته شده در چیست؟ او چنین جواب داد او هم قصد کشتار را داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند تا دم آدم در کشتاری که الله تعالی حرام کرده است دست نزند در امن و امانی زندگی دارد. به درستی قتل مؤمن برای خدای تعالی از نیست شدن کره زمین هم گرانتر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند مؤمن زندگی آرامانه دارد تا آن دمی که خونی به غیر حق نریخته باشد. اولین چیزی که در روز قیامت از آن پرسیده می شود این ریختن خونی به غیر حق می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در حقیقت الله تعالی روی می گرداند از قاتل مؤمن، و این سخن را 3 مراتبه تکرار نمودند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی را که به غیر حق بکشند اولا گناهش به گردن پسر آدم می افتد، زیرا او آدم کشی را اساس گذاشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند قاتل آدم بوی جنت را حس نمی کند، هرچند که بوی جنت در مسافه 40 ساله راه تا آن به مشام می رسد. سبیل الدموع،
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی به حیات انسانی که در حمایه خداوند و رسول اوست سوی قصد می کند چنان است که با خدا سوی قصد کرده باشد. این گونه شخص بوی جنت را حس نمی کند، هرچند بوی جنت در مسافه 40 ساله راه تا آن به مشام می رسد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی حتی با نیم سخن هم برای کشتن شخص مسلمان مساعدت می کند در نزد خداوند می ایستد با نوشتجات در پیشانی اش از رحمت خدا محروم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند به مغفرت کردن هر گونه گناه امید بستن ممکن است مگر به مغفرت کسی که به ایمان رفته است و یا مسلمانی را کشته است. پس برادری مسلمانم از این گناهی کبیره دوری جوییم و هر آن سبب هایی که به این گناه نزدیک می شود چی از بحث باشد و چی از دزدی مالی برادر باشد و چی عملهای دیگر باشد از همه این عملها دست بکشیم تا به این گناه کبیره دست نزنیم و در آخر از خداوند تعالی دعا میکنیم که ما را از همه این گناه های کبیره خودش حفظ نماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الخفي الصريح يسعى كالفضاء الرحيب الفسيح.